This was a cottage that was built by James Cook Sr., Captain Cook's father. He'd worked for many years as a farm manager for a landowner in Great Ayton in Yorkshire. And when he decided to retire, the farm owner gave him a small plot of land and gave him access to a quarry that was on the farm where he could mine the Yorkshire sandstone. And there was lots of clay with which he could hand make bricks. And over a period of time, James Cook Sr. built this cottage by hand. He completed the cottage in 1755. As such, it is the oldest building in Australia. Interesting. 3 months before he finished building the cottage, his son, who went on to become Captain James Cook, left to join the Royal Navy. So Captain James Cook never lived in this cottage. Okay. Great. Very good. Thank you. این هم این نمایی کلی از کاتج کپتن کوک که من الان برم داخل و در ادامه میبینیم بقیهشو. من یه $7 بلیط گرفتم رفتم از داخل دید زدم، ولی به من گفتن که میتونی عکس بگیری ولی اجازه فیلم برداری نداری. معلوم نه از اون پشت گفت از بیرون میتونی فیلم بگیری، چون که فیلم برداری گفت بعد حتما از طریق نمیدونم مؤسسه مربوطه و از این جریانات تاریخی و اینا بره نمیتونیم. بعد حالا من که داخل رفتم خیلی جالب بود، یه تعداد عکس گرفتم که میذارم انتها اینجا. کلن یه چیز جالب در مورد ساختم کاپتن کوک اولین شخصی بوده که استرالیا رو برای انگلیس به قول میگن کلیم کرده، گفت استرالیا مال انگلیسه و یه بخشی از استرالیا خودش اصلا نقشه برداری کرد. بعد این کاتج یا این کلبه در واقع تو انگلیس بوده، کل این آجرا و بلوکا و تمام این چیز کلبه تو انگلیس بوده، یه تعداد مهندس اینا رو اووردن تیکه تیکه اینجا درستش کردن، در واقع اصلش اینجا نبوده. خود کاپتان کوک اصلا اینجا زندگی نکرده طبق حالا توضیحاتی که اون شخصی که در ویدیو میده و خودش باز این جالبه. این باخشه هم با تر فرم باخشه های انگلیسی اون زمان 200-300 سال پیش ساخته شده و توضیحاتی در مورد هر کدوم گلوگیاه اینجا نوشته و میگه که 4 فصله، تو هر فصل سا شما بوی گل، رطوبت، لوندر، استخوتوس و یه سری گیاهان دیگه اینجا هست. حتی یکی از این گیاها اینجا بود که میگفت رزماری، میگفت اون زمان اعتقاد داشتن که رزماری بمالی به سر برای کچلی مردا، درمون کچلی مردا است. میگه خیلی خنده‌دار بود، صحیح نیست همچین چیزی ولی میگه خیلی خنده‌دار بود که مردای کچل میومدن رزماری میمالیدن به سرشون به امید اینکه مثلا مو در بیارن. این جالب بود واقعا، تمام این توضیحات و این چیزا رو نوشته بود. اونجا که ورودی نیست، اونجا این باز اتاق و اینا. آره خیلی خیلی جالب بود، متشکرم.